این ویدیو داستان زندگی آخرین امام جمعه دربار شاهنشاهی ایران است. دکتر سید حسن امامی، مردی که به تمام معنا یک روحانی درباری بود. امامی در همه سفرهای شاه او را با دعای مخصوص در فرودگاه بدرقه می کرد، خطبه عقد شاه و فرح را می خواند، در مراسم تاجگذاری به عنوان نماینده روحانیت شیعه قرآن به دست شاه می داد، اذان و اقامه در گوش ولیعهد و برادرانش می خواند و هر عید و مناسبتی در رأس روحانیون طرفدار دربار در مراسم سلام شاه حضور می‌یافت و برای طول عمر شاه و ملکه ایران دعا می‌خواند. امامت جمعه در خاندان امامی موروثی بود و قدمتی 400 ساله داشت. امامی هرچند در سیاست خوشنام نبود و در دوران ملی شدن صنعت نفت تمام قد در صف طرفداران دربار و رودرروی شوهر عمه‌اش محمد مصدق قرار گرفت، اما از ممتازترین اساتید علم حقوق در ایران بود و کتاب‌های 6 جلدی حقوق مدنی او همچنان از معتبرترین و مهمترین منابع علمی در دانشگاه‌های ایران به شمار می‌رود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران را برایتان روایت می‌کنیم. قبل از تماشای این ویدیو، اگر عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. سید حسن امامی در سال 1282 در تهران متولد شد. پدرش حاج میرزا ابوالقاسم داماد مظفرالدین شاه بود و در زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه امام جمعه تهران بود. او بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در سال 1288 به همراه محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و از طرف هیئت مدیره که امور اجرای کشور را در آن دوره به عهده داشت از امامت جمعه خلع گردید. ابوالقاسم پس از گرفتن تأمین به اروپا رفت و چندی در کشورهای اروپایی از جمله سوئیس زندگی کرد. وقتی آبها از آسیاب افتاد و در تهران آرامش برقرار شد، به ایران بازگشت. بعد از برکناری سید ابوالقاسم، برادرش میر محمد امامی جانشین او شد که نوه دختری ناصرالدین شاه بود. میر محمد در هنگام انقراض قاجار در جبهه مخالف سردار سپه قرار گرفت، ولی بعداً توجه رضاخان را به خود جلب کرد و با تایید رضاشاه به شغل خانوادگی خود ادامه داد تا اینکه در زمان محمد رضاشاه فوت کرد. سید حسن امامی در کودکی به سنت خانوادگی تحصیلات مقدماتی زبان عربی و فارسی را نزد معلمان خصوصی فرا گرفت و سپس به عراق رفت و تحصیلات علوم دینی را در شهر نجف ادامه داد و به درجه اجتهاد نائل شد. در سال 1307 به ایران بازگشت و به استخدام عدلیه درآمد. وزیر عدلیه در آن زمان علی اکبر داور بود. داور برنامه‌های اصلاحی برای تغییر اساسی نظام قضایی و تأسیس نظام نوین دادگستری در ایران را آغاز کرده بود. به منظور آماده سازی نیروی انسانی لازم برای این تغییرات بود که امامی در سال 1308 به همراه عده‌ای دیگر به لوزان سوئیس فرستاده شد تا رشته حقوق را در دانشگاه این شهر بخواند. امامی در سال 1312 موفق به دریافت درجه دکترا در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه لوزان سوئیس شد. در سال 1313 به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت.
در سال 1317 در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضاوت منصوب شد و در سال 1322 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و یک سال بعد ریاست کل دادگاه‌های شهرستان تهران را بر عهده گرفت. در 12 بهمن 1324 هنگامی که عمویش میر محمد امام جمعه فوت کرد، طبق میراثی چند صد ساله این سمت به او داده شد. سید حسن که گویا در گذشته یک بار لباس روحانیت را پوشیده ولی احتمالاً به خاطر ورود به دستگاه دادگستری آن را درآورده بود، در خانه پدرزنش حاج سید جواد ظهیرالاسلام به او رخت روحانیت پوشاندند و از طرف شاه به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد تا شغل موروثی را ادامه دهد. او حالا امام جمعه پایتخت بود و بی علاقه نبود تا به میدان سیاست نیز وارد شود. سال بعد در دی ماه 1325 یک روز پس از نطق آتشین دکتر مصدق شوهر عمه‌اش در اعتراض به دخالت قوام در انتخابات 15 مجلس شورای ملی، او به همراه مصدق و عده زیادی از چهره‌های سیاسی با تحسن در دربار به وضعیت انتخابات اعتراض کرد که البته این تحسن بعد از چند روز نتیجه نداد و قوام همانطور که دوست داشت انتخابات را برگزار کرد. با آنکه امامی در ابتدا با مصدق همراه بود، اما به تدریج از او فاصله گرفت و به دربار نزدیکتر شد. امامی در سال 1331 در انتخابات جنجالی مجلس 17 به عنوان مخالف دولت جبهه ملی مصدق به نمایندگی از شهر مهاباد وارد مجلس شد، ولی تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس با تشنج و جنجال همراه بود. جبهه ملی در این دوره در تهران همه 12 کرسی مجلس را به دست آورده بود، اما اوضاع در شهرستان‌ها که دربار و ارتش در انتخابات دست داشتند با تهران متفاوت بود. انتخاب شدن حسن امامی از شهر مهاباد یکی از موضوعات بحث برانگیز آن دوره بود. امام جمعه تهران و برادرزاده همسر مصدق وقتی که نتوانست خود را جزو کاندیداهای تهران و جبهه ملی قرار دهد، ظاهراً به توصیه شاه مقامات ارتشی در مهاباد نام او را به عنوان نماینده مهاباد از صندوق آرا درآوردند. مهاباد شهر کوچکی بود که از زمان سقوط دولت خودمختار کرد در سال 1325 به تصرف نیروهای نظامی درآمده بود. حسن امامی هیچگاه در آن منطقه زندگی نکرده بود و نه در این شهر و نه در هیچ کجای کردستان پایگاهی نداشت و علاوه بر این مقام نیمه رسمی او به عنوان روحانی شیعه و امام جمعه تهران موجب شده بود که در این شهرستان که اهالیش همه سنی بودند از آرای واقعی بی بهره باشد. مصدق نخست وزیر وقت به این انتخاب انتقاد داشت و می گفت که سرلشکر گرزن فرمانده لشکر ارومیه امامی را به عنوان وکیل مهاباد از صندوق رأی درآورده و انتخاب امام جمعه شیعه از مکان سنی نشین به عنوان نماینده مجلس ممکن نبوده. مخالفت با اعتبارنامه امام جمعه درباریان را به شدت عصبانی کرد. در روز بررسی اعتبارنامه او از بالکن خبرنگاران، فریپور مدیر روزنامه صدای مردم و هواخواه پروپاقرص امام جمعه فریاد زد نوکرهای سفارت روس باید هم با اعتبارنامه امام جمعه مخالفت کنند. ناگهان اعتراض از سوی تماشاچیان و همچنین بخش خبرنگاران علیه فریپور بلند شد و به او حمله کردند. با همه درگیری‌ها و گروکشی‌هایی که بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها میان دو طرف جبهه ملی و هواخواهان دربار پیش آمد، نتیجه این شد که کلیه اعتبارنامه‌ها به تصویب برسد. پس از رسمیت یافتن دوره مجلس، مبارزه پنهانی برای تصاحب ریاست مجلس آغاز شد. مصدق مایل بود که دکتر معظمی یا دکتر شایگان رئیس مجلس باشند، اما عدم هماهنگی شورای جبهه ملی، عدم انتخاب یک خطمش اصولی، دخالت بیگانگان و دربار و مبارزات پشت پرده موجب شد که حسن امامی امام جمعه تهران به ریاست مجلس دست یابد.
در این میان وکلای زمیندار مجلس همه تلاش خود را برای تطمیع و تهدید وکلای مجلس به کار بردند. گرواند ابراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب می نویسد سلطنت طلبان و محافظه‌کاران هوادار انگلستان که جرأت مقابله مستقیم با افکار عمومی را نداشتند تلاش می‌کردند با درگیری‌های فرعی حکومت مصدق را تضعیف کنند. آنها برای این منظور سید حسن امامی را به مسند ریاست مجلس نزدیک کردند. در نهایت دکتر حسن امامی در رأی‌گیری نوبت دوم با اکثریت 39 رأی در مقابل 31 رأی دکتر معظمی بر این کرسی تکیه زد. دوران ریاست امامی بر مجلس بسیار کوتاه بود و تنها 20 روز طول کشید. در این زمان دشمنی بین امامی و مصدق آنچنان آشکار و بین همه مشهور بود که مقارن ورود هیئت نمایندگی ایران به لاهه بعضی از جراید نوشتند دکتر مصدق همان کسی است که به ضارب امام جمعه تهران پول داده تا او را از میان ببرند. منظور این جراید حمله یک سال قبل به امامی بود. در سال 1329 و در دوره نخست وزیری رزمارا امامی هنگام خروج از مسجد شاه مورد حمله فردی به نام نبی الله اکبری قرار گرفت و با چاقو مضروب شد. این سوء قصد علی‌رغم معالجات مکرر در چهره او اثر گذاشت و بخشی از دست او فلج شد. پس از دستگیری ضارب وکیل متهم از او خواسته بود که اعتراف کند این کار را با تحریک مصدق انجام داده. گفته شده این ماجرا جهت مخدوش کردن چهره مصدق در آستانه سفر به لاهه در تیرماه 1330 صورت گرفته بود. امامی در سال 1329 مضروب شده بود ولی اعترافات متهم دقیقاً قبل از رفتن مصدق به لاهه منتشر شد. مصدق در این باره گفته وقتی با هیئت نمایندگی ایران وارد لاهه شدم این خبر منتشر شد که ضارب امام جمعه اعتراف کرده که دکتر مصدق برای ارتکاب به جرم به او پول داده است. به این ترتیب خواستند بگویند کسی که وارد دادگاه لاهه شد مجرم است و دفاع از حقوق ملت هیچ ارزشی ندارد. دشمنان مصدق به خصوص امام جمعه نه تنها مصمم به تشدید فعالیت‌های پارلمانی خود علیه مصدق بودند بلکه آماده به نظر می‌رسیدند که از هر وسیله‌ای برای سرنگون ساختن او استفاده کنند. سام فال دبیر شرقی سفارت انگلیس در تهران در آن ایام گزارش داده مخالفان به خصوص امام جمعه از ما مقداری پول می‌خواهند تا دسته‌هایی را متشکل کنند و بر ضد دولت به تبلیغ بپردازند. در همین حال مصدق بر کنار ساختن امام جمعه را از ریاست مجلس در نظر دارد. در تابستان 1331 مصدق برای مقابله با دخالت‌های دربار از محمد رضا شاه درخواست کرد تا وزارت جنگ را به او بسپارد. با عدم موافقت شاه مصدق در 25 تیر 1331 استعفا کرد. شاه و طرفداران او در مجلس دست به کار شدند تا شر مصدق را از سر خود کم کنند. با اشاره دربار امامی 40 تن از نمایندگان موافق شاه را در خانه یکی از نمایندگان گرد آورد و برای قوام از آنها رأی اعتماد گرفت و بر اساس همین رأی شاه فرمان نخست وزیری قوام را صادر کرد. به دنبال جانشینی قوام موجی از اعتراضات آغاز شد. در روز 30 تیر که تظاهرات در خیابانها و میدان بهارستان به نفع مصدق رو به افزایش بود، ارتش به مقابله با تظاهر کنندگان پرداخت و به سوی آنها شلیک کرد. محمد علی صفری نویسنده کتاب قلم و سیاست که خود در آن زمان به عنوان خبرنگار در مجلس حضور داشته در تشریح اوضاع آن روز می نویسد عده‌ای از جوانان غیور با دادن تلفات و زد و خورد با ماموران خود را تا پای نرده‌های مجلس رسانده بودند ولی سربازان با آنها یورش بردند. فریاد وکلای جبهه ملی علیه حمله سربازان بلند شد ولی سربازان توجهی نکردند. در مقابل چشم وکلای جبهه ملی و خبرنگاران و کارکنان مجلس عده‌ای به خاک و خون کشیده شدند. وکلای جبهه ملی با دیدن این مناظر فجیع در حالی که به شدت گریه می‌کردند به طرف اتاق امامی رئیس مجلس هجوم بردند.
انگجی وکیل معمم تبریز در حالی که عمامه‌اش افتاده بود فریاد زنان و به دنبال او حاج سید جوادی وکیل قزوین و دیگر اعضای فراکسیون به داخل اتاق امام جمعه ریختند. امام جمعه وحشت زده پرسید چه خبر است؟ نمایندگان جبهه ملی با فریاد به امام جمعه گفتند اینجا نشستی مردم را دارند پاره پاره می کنند. چرا جلوی این کشتار را نمی گیرید؟ امام جمعه همه را به سکوت دعوت کرد و گفت بنشینید تا راه چاره پیدا کنیم. قرار شد او تلفنی با دربار تماس بگیرد و همین کار را هم کرد و وضع شهر را برای شاه بیان کرد. امام جمعه پس از صحبت با شاه خطاب به وکلای فراکسیون نهضت ملی گفت اعلی حضرت فوق‌العاده متأثر و متعجب شدند و فرمودند دستور لازم را می دهم. اما هنوز سخنان رئیس مجلس تمام نشده بود که صدای رگبار مسلسل و زنجیر تانک بار دیگر تنین انداز شد. این بار مهندس رضوی نایب رئیس مجلس با شاه تماس گرفت و همان حرفا را شنید. اما کشتار مردم به سختی در میدان بهارستان ادامه داشت. جلوی نرده‌های مجلس جمعی با حالت رقت‌بار زیر ضربات نظامیان تقاضای دیدار وکلای جبهه ملی را داشتند. عده‌ای از وکلای جبهه ملی خود را دوباره به نرده‌ها و در مقابل مردم رساندند، اما وضع به حدی رقت‌بار بود که هیچ یک از وکلای فراکسیون نهضت ملی قادر به صحبت نبودند. بناچار دوباره به طرف اتاق رئیس مجلس رفتند و از او خواستند که فوراً به طرف کاخ سعدآباد برود و حضوری گزارش وضع شهر را بدهد. امام جمعه پذیرفت و سوار اتومبیل خود شد و از در چاپخانه بیرون رفت. اما مدتی نگذشته بود که امام جمعه با سر و روی خونین در حالی که دو تن از کارکنان مجلس بازوی او را گرفته بودند به دفترش برگشت. معلوم شد اتومبیل حامل او توانسته فقط تا سرای جاله برود و در اثر سنگ باران و هجوم مردم شیشه های اتومبیل شکسته شده و امام جمعه زخمی گردیده و راننده توانسته با بازگشت فوری به مجلس امام جمعه را از خطر مرگ نجات دهد. امامی را از پله‌ها بالا بردند تا به منزلش در خیابان ایران کوچه سقباباشی برسانند. پس از 3 روز قوام استعفا کرد و نمایندگان مجدداً به نخست وزیری مصدق رأی دادند. از آن پس امام جمعه دیگر به مجلس نرفت. او به بهانه معالجه به سوئیس رفت و از آنجا متن استعفای خود از ریاست مجلس را ارسال کرد. حسن امامی مدتی در اروپا ماند تا آبها از آسیا بیفتد. سپس از آنجا عازم عتبات شد. از تهران دکتر غلام حسین مصدق پسر دکتر مصدق به او ملحق شد و پسر عمه و پسر دایی با هم به ایران بازگشتند. حسن امامی بعد از این دیگر در نشست‌های مجلس نیز شرکت نمی‌کرد. پس از آن فعالیت خود را بیشتر در دانشگاه متمرکز کرد و یکی از مهمترین استادان رشته حقوق در ایران به شمار می‌رفت. ضمن اینکه بعد از 28 مرداد 32 با حکم شاه به عضویت مجلس سنا نیز منصوب شد. دکتر حسن امامی هیچگاه از سوی محافل مذهبی به عنوان یک چهره دینی به رسمیت شناخته نشد. مقام او به عنوان امام جمعه یک مقام سیاسی محسوب می شد. امام لندنی لقبی بود که مخالفانش به علت ارتباط با انگلستان به او می دادن. در برخی اسناد آمده، امام جمعه یکی از وزنه‌های سنگین سیاست و مورد اعتماد کامل اعلی حضرت همایون شاهنشاه می باشد و مقام شامخ سلطنت در بعضی از مواقع با مشاورون الهی در پاره امور مشورت می نمایند. امامی هفته یک روز به دربار می رفت و ضمن صرف نهار با شاه مسائل روزانه را با آگاهی او می رساند. در سالهای آخر سلطنت محمد رضا شاه از تعداد دیدارها کاسته شد و گفته می شد علت این مسئله بی علاقگی شاه به صحبت با حسن امامی بوده است. امامی در مراسم‌های رسمی حضور داشت و مخصوصاً در همه سفرهای شاه او را با دعای مخصوص در فرودگاه بدرقه می کرد. او در اعیاد به طور جدا از گروه روحانیون به مراسم سلام می رفت و عید را به شاه تبریک می گفت.
در سال 1337 امامی در کاخ مرمر خطبه عقد شاه و فرح را خواند و آنان را به عقد یکدیگر درآورد. امام جمعه تهران وقتی همان اولین بار از عروس سوال کرد که آیا حاضر است به عقد دائمی پادشاه در بیاید، فرح پاسخ داد بله، و این بله بود که فرح آخرین ملکه ایران را شهبانو کرد. در سال 1346 که جشن‌های تاجگذاری برگزار می‌شد، امامی بار دیگر نقشی نمادین و پررنگ در مراسم داشت. او در مراسم تاجگذاری خطبه‌ای قرائت کرد و قرآن مجید را به شاه داد تا ببوسد. شاهنشاه، در پایان آیین ملی بزرگداشت 50 سال شاهنشاهی پهلوی به پروردگار توانا سوگند یاد می‌کنیم و روان پر افتخار رضا شاه کبیر شاهنشاه تاریخ ایران و سردودمان شاهنشاهی پهلوی را بر این سوگند گواه می‌گیریم که به پیروی از نیات بلند هر دو شاهنشاه بزرگ این دودمان در راه شکوه و سرفرازی ایران عزیز و ایفای وظیفه مقدسی که از این بابت به عهده داریم از هیچ تلاش و جنبازی دریغ نورزیم. طبیعی بود که امامی با این سابقه‌ای که داشت مورد خشم و نفرت طرفداران نهضت آیت الله خمینی و به خصوص هم لباس‌های خود باشد. در اعلامیه‌ای که به مناسبت جشن تاجگذاری با امضای جامعه روحانیت تهران در تاریخ 8 آبان 1346 با نام عزایی به نام جشن منتشر شده آمده، اینها خیال می‌کنند که با تظاهر به مذهب توسط یک روحانی نمای خریداری شده می‌توانند قیافه ضد دین خود را بپوشانند. در سال 1347 حسن امامی در تلاش بود که پس از کسب اجازه از محمد رضا پهلوی جمعیتی از روحانیون همفکر را گرد هم آورده سازماندهی کند. قرار بود تأمین بودجه این گروه بر عهده حکومت باشد، اما تلاش او برای ایجاد چنین جمعیتی راه به جایی نبرد. سید حسن امامی از جمله نخبگان سیاسی حکومت پهلوی بود که در لوژهای فراماسونری به عنوان استاد اعظم فعالیت می‌کرد. خانواده او از سلطنت طلبان متمایل به انگلستان بودند. در پرونده شخصی او در ساواک نام حسن امامی در میان اعضای مؤسس یا دعوت شدگان به لوژهای مختلف فراماسونری در ایران به چشم می‌خورد. دهه 30 و 40 پر رونق‌ترین دوره تاریخ فراماسونری در ایران به حساب می‌آید. در همین سالها لوژ بزرگ ایرانیان تأسیس شد. در سال 1348 جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و سید حسن امامی تصمیم گرفتند به منظور ایجاد هماهنگی بین کلیه لوژهای فراماسونری وابسته به تشکیلات فراماسونری فرانسه، انگلستان، آلمان و همچنین ارتقای تشکیلات فراماسونری ایران در سطح جهانی، لوژی تحت عنوان لوژ اعظم ایرانیان تأسیس کنند. از هر سه لوژ مادر یعنی اسکاتلند، فرانسه و آلمان به منظور سرپرستی لوژ بزرگ ایرانیان یک نفر به محمد رضا شاه معرفی شد. از لوژ اسکاتلند امام جمعه تهران، از لوژ فرانسه لقمان الملک و از لوژ آلمان جعفر شریف امامی به شاه معرفی شدند. به علت مسن بودن لقمان الملک و معمم بودن حسن امامی، جعفر شریف امامی به سمت ریاست لوژ بزرگ ایرانیان برگزیده شد. ساعد مراغعی و حسن امامی به عنوان معاونین این تشکیلات تعیین شدند. در یک گزارش سفارت آمریکا در تهران، سید حسن امامی، امام جمعه تهران، مهمترین چهره مذهبی موجود در میان ملازمین شاه توصیف شده. در این گزارش آمده، امامی به خاطر موقعیتش از مقدار نفوذ مذهبی و سیاسی برخوردار است، لکن به خاطر حمایتش از شاه اکثر روحانیون حرف او را خریدار نیستند. او از رابطه های سیاسی بسیار وسیع برخوردار است و شاه نیز در همین زمینه از او بهره می گیرد. وی در حال حاضر 74 ساله است و ممکن است نتواند بیش از این نقش خود را بازی کند، ولی هنوز هم فعال است و شاه را به کرات می بیند. امامی از خانواده سلطنتی قاجار است و پدر و پدر بزرگش هر دو امام جمعه بودند.
در یک گزارش دیگر سفارت آمریکا در سال آخر سلطنت شاه آمده، دکتر سید حسن امامی نیز احتمالاً در زمینه امور مذهبی با شاه مورد مشورت قرار می‌گیرد. گرچه مردی است امروزی و متجدد، ولی امامی در ابراز نظریات شخصی مقامات سفارت را تحت تأثیر قرار داده و در ابراز عقاید خود در مجالس خصوصی وحشتی ندارد. در گزارش سفارت آمریکا آمده، امامی در زمینه علوم الهیات تحصیل کرده ولی هیچ کس او را یک عالم واقعی در زمینه الهیات اسلامی نمی داند. اما او تحصیلات اروپایی بسیار خوبی داشته که عبارت است از تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه لوزان و بیش از هر روحانی عالی رتبه شیعه به تاریخ و فلسفه اروپا آشنایی دارد. امامی اگرچه در عرصه سیاست با مخالفت‌ها و انتقادهای زیادی روبرو بود، اما جایگاه علمی او در محافل دانشگاهی جایگاهی ممتاز و کم نظیر است. او به 3 زبان روسی، فرانسه و عربی مسلط بود و از سال 1322 که تدریس در دانشگاه تهران را شروع کرد، نقش پررنگی در تربیت دانشجویان و علاقمندان به علم حقوق داشت. امامی در سال 1336 دروس حقوق مدنی و شرح قانون مدنی را به درخواست دانشجویان که به کتاب‌های مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند در 6 جلد بر اساس یادداشت‌ها، جزوه‌ها و کتاب‌های فقهی و حقوقی به رشته تحریر درآورد. کتاب 6 جلدی حقوق مدنی دکتر امامی تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهی حقوق مدنی به شمار می رود. دکتر امامی پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1346 به درخواست خود بازنشسته شد، اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق تدریس می نمود. شاگردانش از جایگاه برجسته علمی، اخلاق نیکو و تواضع او زیاد سخن گفتند. دکتر ناصر کاتوزیان، استاد برجسته حقوق که از شاگردان امامی بوده، درباره او میگوید گذشت از مقام شامخ علمی، دکتر مردی بلند نظر و مهربان بود. در راهروهای دانشکده قدم میزد تا پاسخ دانشجویان را بیریا بدهد. او از تمام نفوذ و اعتبار خود در دستگاه‌های دولتی به سود مستمندان و گرفتاران سیاسی و اجتماعی استفاده میکرد. تواضع را به حد کمال داشت و پیوسته در راه خیر گام برمی‌داشت. امامی دوبار ازدواج کرد. همسر نخست او، دختر عمویش طاهره ظهیر امامی، از کارکنان هواپیمایی ایران و لیسانس ادبیات انگلیسی از سوئیس بود و همسر دومش فاطمه زارعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران که بعدها موفق به اخذ درجه دکترا از این دانشگاه شد. از او دو فرزند به نامهای حسین و معصومه به جا مانده. سید حسن امامی دو روز بعد از خروج شاه در دیماه 1357 ایران را به مقصد سوئیس ترک کرد. در آخرین سفر شاه او برای انجام مراسم دعا در فرودگاه حاضر نبود. گویا او نیز می دانست این سفر بازگشتی ندارد و نیازی به انجام مراسم دعا نیست. احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه. امامی سال آخر عمرش را در خانه شخصیش در سوئیس به سر برد و در سال 1358 بر اثر سرطان فوت کرد و در همانجا به خاک سپرده شد. اموال او در ایران پس از انقلاب مصادره شد. این هم داستان زندگی آیت الله دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران در دوران محمد رضا شاه پهلوی. نظر شما درباره امامی چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ضمناً اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.